ما در سینما یورک هستیم واقع در تورنتو کانادا با فیلم هیز، فیلمی از خانم پوران درخشنده. ما گزارش رو تهیه خواهیم کرد که دعوت میکنم به این گزارش توجه کنید. من همه دیگه شو میدم، شاید این خانم کارشو بلد نیم، وکیله شما رو بهترین وکیل ترون رو گیرم، من پولشو میدم ولی نخواه از من. شما اون روز داشته میگفتی دختر داریم، این هم خود رو بزرش رو فیلم رو دیدید؟ بله. فیلم چطور بود؟ خیلی آموزنده است، خیلی خوبه و از هر جهتی واقعا جامعه رو نشون میده دیگه، بدبختی جامعه رو واقعا تو فیلم خیلی خوب نشون دادن. نظرتون در مورد این که فیلمایی که در ایران در حال اکران هستن همزمان در اینجا اکران میشن چی هست؟ خیلی عالیه، همزمان بخواه ما آپدیت میشیم دیگه، همزمان با ایران ما همینجا هم میبینیم، هم لذت میبریم، هم با جامعه مون بیشتر آشنا میشیم. خیلی خوبه، خیلی واقعا کار بسیار قشنگه و واقعا بیشتر ما هم استقبال میکنیم، هر چقدر بیشتر برنامه بذارن ما هم بیشتر استقبال میکنیم. 100%. تشکر. میگم نمیدونم، شاید دوددمش رو بینداخته، من چه میدونم، برو خودش بپرس. آها اینو بگو، نصف این گالون بنزینو بریزم رو سر خودم، انسه دیگه بریزم رو سر تو. برو به کارش، میگم فکر کن. خیلی خوب، اینو خوبش کن، خفش کن، اینو خوبش کن، خوبش کن، بگم. فیلم دیدی؟ بله. فیلم چطور؟ خیلی جالب بود، خیلی تکون دهنده بود از نظر اینکه واقعا این مسائل تابو توی ایران هنوز وجود داره و واقعا جای تأسفه که کاری هم در موردش نمیشه کرد. من میبینم که چشمان شما هنوز اشکالوده. نظرتون در مورد اینکه فیلم هایی که همزمان در ایران اکران میشن در تورنتو کانادا اکران میشه چی هست؟ خیلی جالبه، به خصوص ما هایی که دسترسی نداریم به این فیلمات، خیلی خوبه که بتونیم حداقل اینجا استفاده بکنیم، بتونیم ببینیم این فیلم. تشکر. مرسی. وقتی اسمش چی بود؟ سیروس آشوری. اومده بود ملاقات بهادر آشوری 14 فروردین همین امسال. پیداش کردم. بستری بود سیم کم بود. در این صدفه هیچ کس نمیده به عنوان ولی ادم مراجعه کنه. در حالی که موظف نیست که دنبال ولی ادم بگرده. ما میتونیم بگیم پیداش کردیم. بله ولی این فقط یه انصاف و یه ادا که نمیشه حکم در محله اجرا متوقف کرد. حالا من چیکار کنم؟ چندمین بار هست که در تورنتو به تماشای یه فیلم ایرانی میشینید؟ متاسفانه یه مقدار مشکلات کاری زیاده ولی فکر می‌کنم دفعه سوم یا چهارم باشه. نظرتون درباره حضور فیلم‌هایی که در ایران در حال اکران هستن در تورنتو چی هست؟ خیلی عالی بود. من احساس می‌کردم من 10 سال ایران نرفتم ولی احساس می‌کردم توی اون جو سینمای ایران هستم، همه ایرانیان. یه ذره آدم معذبه ولی یه فیلینگ خوبم داشتم که خب دارم میام یه جایی توی کشور دیگه، یعنی احساس غربت اونجوری ندارم دیگه که فیلم کشور خودم داره اینجا پخش میشه. تشکر میکنم. خواهش میکنم، مرسی از شما. بله. پس اگر اجازه بدین فقط چند دقیقه ببینمش. چند دقیقه. خانم نعیمی. پس خانم. لذت بردم، خوب بود. خیلی بامعنی بود. این درد جامعه بشریه، درد جامعه ایرانی نیست، احتیاج به تفحص و تحقیق و تجلیل بیشتر داره. بشینن جامعه شناسان، پزشکان در موردش بررسی کنن، بلکه انشالله روزی این معضلات و این بدبختی ها، این نگرانی ها، نگرانی های خانواده ها، این چطور بهت بگم، این تأثیرات روحی که مردم میذاره اینا نباشن و بتونن مردم راحت و خوب و هم زندگی کنن. دست شما در نکنن. تشکر میکنم. بار چندم هست که در تورنتو به دیدن یه فیلم ایرانی میای؟ من تازه اومدم یه ماه اینجا، اولین بار اومدم اینجا. و چه احساسی دارین از اینکه یک فیلم ایرانی در یک کشور خارجی داره اکران میشه؟ خوشحال بودم که این واسه جامعه ایرانی تنها نیه، خدمت درس کردم، این واسه کل جامعه بشری بود. مرسی، متشکرم از نظرتون. ممنونم. آبرو تو میبرد، آبرو خود خانواده، قربانی خانواده قربانی به دلیل حفظ آبرو روی جنایت جنایتکار سرپوش میذارن و با اون در واقع همدست میشن. نظر من خیلی قشنگ بود و واقعیت هم داشت. به اینجا هم خیلی این داستان هست که همه به خاطر اینکه فامیلیاشون نیستن بچه ها رو مجبوریم پیش بیبی سیتر بذاریم
حالا یا خارجی یا ایرانی، و این فیلم بسیار به نظر من خوب بود، به خصوص مثلا برای ما که الان بچه های کوچیک داریم و مجبوریم بالاخره وقتی میخوایم جایی بریم پیش یکی باید بذاریمش. چه احساسی داشتین وقتی که توی سالن نشسته بودین در بین تمام دوستان ایرانی در یک کشور خارجی و دور از ایران و به تماشای یک فیلم ایرانی نشستید؟ خیلی خوب بود. این خب چندمین فیلمی بود که توی تورنتو اجرا میشد، قبلش هم چند سال پیش سنتوری اینجا بود، بعد دوباره یه فیلم کمدی اینجا اومد و این فکر میکنم سومین فیلمی بود که من اینجا دیدم. خیلی خوب بود، من جالب بود برام و استقبالم شد، خیلی خوب استقبال شد. چه نظرتون رو در مورد فیلم هیس کاری از خانم پوران درخشنده بدونم؟ فکر میکنم که فیلم خیلی جالبی بود به خاطر اینکه موزلاتی که بیشتر خانوما مخصوصا تو جامعه ایرانی درگیرش هستن بررسی میکرد و تابوهایی که هستش تو ایران و هممون میدونیم، به نوعی میخواست اون تابوها رو عبیم ببره. فیلم جالبی بود، من خوش آمد. نظرتون در مورد اکران فیلم های ایرانی در تورنتو چی هست؟ خیلی خوبه، من دوست دارم بیشتر فیلم های ایرانی رو میام میبینم، خیلی خوبه. پس چندمین فیلم میشه که در تورنتو دیدید؟ فکر میکنم 3 یا 4مین فیلم بود که دیدم. آره زیاد فرصت نمی کنم ولی هر وقت فرصت بکنم حتما میبینم. تشکر. مرسی. همون من یه دقیقه از این خونه بیرون نمونده فعلا. شهاب حسینی، شما هنوز فیلم رو ندیدید، چی باعث شده که تشریف بیارید اینجا و در یک کشور خارجی، در یک شهر خارجی علاقمند بشید این فیلم رو ببینید؟ معمولا وقتی ما فیلم رو انتخاب میکنیم نظر ما در نظر خود کارگردانه، وقتی که کارگردان مشخص باشه برای ما مورد نظره حتما ما راغب میشیم اون فیلم رو ببینیم، برای همین که من میام سینمای ایرانی. پس نظر مثبت دارین از اکران فیلم های ایرانی که در ایران در حال اکران هستن در خارج از کشور؟ دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره، مخصوصا که خانم پوران درخشنده کارگردان شما مایار هستیم که فیلماش هر وقت هر جای باشه ما آماده هستیم که ببینیم. امیدوارم که از فیلم لذت ببریم. متشکرم. خیلی ممنونم. مریلا زارعی، طناز طباطبایی، بابک حمیدیان، امیر آقایی، جمشید هاشمپور، فرهاد آیش. محبوب ترین فیلم 31مین جشنواره فیلم فجر به انتخاب تماشاگران.